بیننده گزارش روز هستید با من ریحان فلا. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 شب به وقت ایران به مهمترین خبرهای روز می‌پردازه. سه روز بعد از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی، همچنان ابعاد تازه از اهداف این حمله فاش می شود. در تازه ترین مورد، هدف قرار گرفتن یک تاسیسات موشکی در پایگاه فضایی سپاه پاسداران در شاهرود تایید شده، محلی که حدود 1000 کیلومتر با مرز ایران و عراق فاصله دارد. طبق گزارش ها، سیستم شنود جمهوری اسلامی در ایلام هم یکی دیگر از اهداف در حمله اخیر اسرائیل بوده. گزارشی ببینید با مشتبه پور محسن. برمی گردیم با کارشناس برنامه، بیشتر می‌پردازیم به همین موضوع. رازهای انفجار 4:16 بامداد در شاهرود، جزئیات حمله اسرائیل به قلب موشکی جمهوری اسلامی در بیابانهای سمنان، ضربه استراتژیک به رادار و سیستم شنود نظام در ایلام، چگونه راه حمله به ایران برای جنگنده‌ها و موشک‌های اسرائیلی باز شد. اونا می‌دانند که جمهوری اسلامی با موشک‌های نقطه‌زن و فعال و دقیق خود تو این منطقه با هر دشمنی می‌توانه مقابله کنه و مواجهه کنه و او رو بکوبه. اینو فهمیدن. 5 سال کافی بود تا واقعیت‌های میدان جنگ خاورمیانه خود را به رویاهای رهبر جمهوری اسلامی تحمیل کند. این ویدیویی از انفجاری در شاهرود نزدیک یک سایت فضایی سپاه پاسداران است که یک شاهد عینی برای ایران اینترنشنال فرستاده. در جریان حمله اخیر اسرائیل به مراکز نظامی ایران که هر روز ابعاد تازه‌ای از آن مشخص می‌شود، نقشه‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد ساعت 4:16 بامداد شنبه انفجاری در یکی از ساختمان‌های مجاور پایگاه فضایی شاهرود اتفاق افتاد. بر اثر اصابت احتمالی یک موشک، یک اکانت منتسب به فرماندهی فضایی سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس یک شنبه این حمله را تایید کرد و مدعی شد ساختمان مورد نظر با نام موقعیت شهدای قدیر در سایت فضایی سپاه هدف قرار گرفته. با این حال این روایت نیمه رسمی اندکی با واقعیت‌های میدانی تفاوت دارد. بر اساس این روایت، 5 موشک از منطقه کویری چاهجم از جنوب به سوی سایت فضایی شلیک شده و به ادعای این اکانت نیمه رسمی 4 تایشان با پدافند رهگیری شده، اما یکیشان اصابت کرد. با این همه، آنچه تایید شده تخریب یک ساختمان در سایت فضایی شاهرود است که در تصاویر ماهواره‌ای روزهای قبل و بعد از حمله به وضوح دیده می شود. به سقف آبی این ساختمان بر می گرد. اما سایت فضایی شاهرود کجاست و چه اهمیتی دارد؟ بسیاری از اوقات این مرکز با سایت فضایی امام خمینی سمنان اشتباه گرفته می شود. در حالی که سایت فضایی شاهرود متعلق به سپاه پاسداران در 30 چند کیلومتری جنوب شرقی شاهرود قرار دارد و سایت فضایی امام خمینی سمنان متعلق به وزارت دفاع در 75 کیلومتری جنوب شرقی شهر سمنان ساخته شده. هر دو مرکز سکوی پرتاب موشک‌های ماهواره بر دارند و در یکی از آخرین تحولات جمهوری اسلامی ماهواره چمران 1 متعلق به وزارت دفاع را با موشک ماهواره بر قائم 100 از پایگاه فضایی شاهرود شلیک. در حمله اخیر اسرائیل هیچ آسیبی به سکوی پرتاب ماهواره بر شاهرود وارد نشد، اما این مرکز در واقع بخشی از یک منطقه حفاظت شده حساس نظامی است که سالها پیش ساخته شده. یک دهه پیش غربی‌ها تنها می‌دانستند که 11 سال قبل یک موشک در حوالی این منطقه تست شد، اما 6 سال پیش یک بی‌دقتی امنیتی در یک برنامه تلویزیونی درباره حسن تهرانی مقدم، پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی، باعث شد غربی‌ها بفهمند جمهوری اسلامی برنامه‌های موشکیش را در شاهرود دنبال می‌کند، جایی که مدت‌ها مشغول تولید و تست سوخت جامد برای موشک‌ها بود. منابع اطلاعاتی غربی دریافتند که این مجموعه ادامه برنامه موشکی تهرانی مقدم است و هم او بوده که دستور داده سقف ساختمان‌ها به یاد اولین مرکز موشکیش که ویران شد به رنگ آبی در بیاید. سپاه پاسداران تست موتور سوخت جامد کامپوزیتی رافه را در همین مکان انجام داده. با توجه به محل قرارگیری، ساختمانی که مورد اصابت قرار گرفته به نظر می‌رسد مکانی برای ذخیره سوخت‌های جامد است که قبلا شناسایی شده. این نقطه تا مرز ایران و عراق بین 900 تا 1000 کیلومتر فاصله دارد. جنگنده‌های اسرائیلی برای ورود به خاک ایران و پرتاب موشک از این سو آن سوی مرز بامداد شنبه یکی از پایگاه‌های پدافندی استراتژیک ایران را هدف قرار دادند.
مقام های جمهوری اسلامی میگویند منابعشان در عراق آنها را باخبر کرده بود. ما شب قبل از عصر قبلش خب نشانه هایی رو دریافت کرده بودیم و مبنی بر احتمال حمله در اون شب. اما اصل داستان به اینجا برمیگردد، در کوههای نخجیر در جنوب شهر ایلام، جایی که یکی از پدافندهای قدیمی و مهم ایران قرار گرفت. این سایت قبل از انقلاب ساخته شد و امکان شنود و دسترسی راداری وسیعی را در خاک عراق برای ایران فراهم می‌کرد. صدام در ابتدای جنگ علیه ایران چند بار این مجموعه را بمباران کرد، اما ایران آن را از نو ساخت. 3 سال پیش آنطور که در این تصویر دیده می‌شود، در این پایگاه تأسیساتی برای نصب سامانه‌ای تازه آغاز شد و 1 سال پیش سامانه راداری قدیر بر آن نصب شد. سامانه سه‌بعدی که جنگنده‌ها را در برد 600 کیلومتری و موشک‌های بالستیک را تا برد 1100 کیلومتری و در ارتفاع 100 کیلومتر شناسایی می‌کند. یک متخصص امور نظامی به ایران اینترنشنال گفت احتمالاً اسرائیل پیش از حمله در جنگ الکترونیک با پهپادهای مخفی سیستم شنود این سامانه را از کار انداخته بود. در اسناد محرمانه درس کرده هم به پرواز این پهپادها اشاره شده. اما شلیک به این رادار استراتژیک در بامداد شنبه به نظر با هدف وارد کردن ضربه‌ای حیثیتی انجام شد. ضربه‌ای که ضعف شدید جمهوری اسلامی در سیستم‌های پدافندی را آشکار کرد. دشمنانی که گاهی هوس تهاجم نظامی به سرشون میزنه ملاحظه کنن، بفهمن که نه، اینجوری نیست. جمهوری اسلامی مشت محکم و دست قوی دارد در مقابل، این میشه بازدارنده. اکانت منتسب به نیروی فضایی سپاه پاسداران 2 روز پیش از حمله با انتشار این ویدیو مدعی شده بود در صورت حمله احتمالی اسرائیل پیش از بازگشت جنگنده ها پاسخهای تهران در اسرائیل به اهدافشان اصابت خواهند کرد. اما آنها آمدند، زدند و رفتند. مشتبه پور محسن، لندن. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی هستند با ما از روم. به نظر می رسد هر کدام از اهداف مورد حمله اسرائیل فارغ از اون اهداف نظامی پیام سیاسی رو هم در بر داشته، مشخصا در مورد پایگاه فضایی شاهرود و مرکز نظامی پارچین. به نظرتون چه پیام سیاسی رو منتقل میکنه و چه آثار و تبعاتی به دنبال داره؟ وقتتون بخیر خانم فلاحی‌گر. این چیزی که باید در نظر بگیریم، بخش هایی رو که اسرائیل میشه گفت مورد حمله قرار داده، هر کدوم یک اهمیت خاصی برای جمهوری اسلامی دارن. به عنوان مثال پایگاه شاهرود که مورد حمله قرار گرفته، بخشی هست که در اون موشک های بلند برد جمهوری اسلامی و موشک های ICBM یا قاره پیما رو داشتن طراحی میکردن و همچنین انبار سوخت جامد موشک در اونجا وجود داشته. این حمله که میگن در ساعت 4:16 صبح آغاز شد، روایت جمهوری اسلامی اینه که از 5 موشکی که ارسال شده 4 تاش ساقط شده و یکیش برخورد کرده، که البته این روایت قابل اطمینان و قابل قبولی نخواهد بود. ولی در اونجا از بعد سیاسی که ما بخوایم در نظر بگیریم، امکان جمهوری اسلامی برای تأمین سوخت جامد موشک‌های بلند برد خود رو از دست داده و این به این مفهوم خواهد بود که در کنار اون یک چیزی هم در نظر بگیریم که در شاهرود ما سامانه میشه گفتش که سکوی پرتاب موشک‌های ماهواره بری رو داریم که جمهوری اسلامی تحت لوای آزمایش های ماهواره ای موشک های قاره پیمای خودش رو داشته تست می کرده. اینها رو که کنار هم بگذاریم، با یک محدودیتی روبرو میشیم در تولید این موشک ها توسط جمهوری اسلامی و همچنین صادرات اونها. برای اینکه به عنوان مثال موشک های بالستیکی که جمهوری اسلامی به روسیه میفرسته، بخشی از اونها که درش امکان داره سوخت جامد استفاده شده باشه، الان زنجیره تامینشون با مشکل روبرو خواهد شد. از سمت دیگه پارچین اهمیت بسیار بالایی داره، به خاطر اینکه وقتی که به پارچین نگاه میکنیم میبینیم که مرکزیه که در اون اختلاط سوخت جامد موشکی داشته رخ میداده و این به مفهوم میشه گفتش که ناقص شدن این چرخه برای جمهوری اسلامی هست و اون رو با مشکلات فراوانی میتونه روبرو کنه برای تأمین موشک‌های خودش. در نهایت اگه اجازه بدید من یک اشاره‌ای به ایلام داشته باشم. اون چیزی که در ایلام اتفاق افتاده بسیار امر مهمی هست، به خاطر اینکه در جنوب ایلام کوههای نخجیر جایی هستش که پیش از انقلاب یک سامانه، یک میشه گفتش که پایگاهی ایجاد شد برای اینکه بتونن رصد اطلاعاتی و همچنین راداری داشته باشن نسبت به کشور عراق و نسبت به مناطق مرزی کشور.
خب این به این مفهوم هست که آنچه که ما سیجنت یا سیگنال اینتلیجنس مینامیم اگر حمله بخواد علیه ایران رخ بده از اینجا به عنوان خط مقدم قابل تشخیص خواهد بود. جمهوری اسلامی ادعا کرد که سامانه‌ای تحت عنوان پدافند هوایی قدیر رو توسعه داده و در اونجا نصب کرده که در گزارش به جزئیاتش استفاده شد، اما آنچه که مشخصه اینه که این سامانه قدرت این رو نداشته که بخواد در برابر حمله اسرائیل کوچکترین مقاومتی از خودش نشون بده، کوچکترین پدافند باشه. جناب مدرس، من خیلی دوست دارم که این سوال رو هم در حد یک دقیقه به ما پاسخ بدین. چه اتفاقی افتاد که اون بازدارندگی مورد نظر خامنه ای از بین رفت و اسرائیل تا 1000 کیلومتری مرز ایران هم پیش روی کرد؟ 45 ثانیه فرصت داریم لطفا. دلیلش اینه که جمهوری دانش وارد کنه و نتونه سیستم دفاعی خودش رو توسعه بده در مقابل با یک سیستم و تکنولوژی مدرن به روز توانایی و تاب مقاومت و اعمال وظایف پدافندی خودش رو به طور کلی از دست داد و مشخص شد که همه اینها مشتی خالی بیش نبوده که در این 45 سال فقط با پروپاگاندا پیش رفته. خیلی متشکرم از توضیحات شما. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی که از روم پایتخت ایتالیا همراه ما بودید. و ممنون از شما برای همراهیتون تا پایان گزارش روز. این برنامه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. ممنونم که تا پایان این بخش خبری هم با ما همراه بودید. منتظر دریافت پیام‌های شما در پلتفرم‌های مخصوص ایران اینترنشنال هستیم. شب روزتون خوش.